در عیاشم، راهی به جز دل کندن از لذات دنیا نیست. باید همیشه زینتش باشم، ولی سطح آلوده ای مانند من در شأن مولانی. تو ماه محرم ایران و ایرانی ها شکل دیگه ای میشن. خونه ها حسینیه میشن و حسینیه ها خونه ما. در بوم 13 اومدیم به یک کارگاه تولید آثار هنری که به مثابه یک هیئت و حسینی عمل میکنه. اومدیم به خانه حسین. اینجا مجله هنری بومه و من حامد مهربانی هستم. همراه هم باشید. خانم سلیم نمین، اینجا دفتر کاری شماست. منتها اسمش خانه حسینه. چرا؟ با چه سوال سختی شروع کردیم. من تقریبا کار حرفه‌ایمو از سال 84 با تصویرگری موضوعات دینی شروع کردم، یعنی همون دوره‌ای که دانشجوی کارشناسی بودم توی یه مؤسسه‌ای که داستان‌های قرآنی رو مصور می‌کرد مشغول به کار شدم و خیلی شاید اول انتخابم نبود، یعنی این پیشنهاد مطرح شد وارد کار شدم، ولی آروم آروم انگار به این سمت رفت که من به این تصویرگری موضوعات دینی شناخته شدم و هی سفارشات این شکلی سمتم اومد. از سال 88 که کتاب تشنه لبان رو کار کردم چاپ شد، دیگه رسماً منو به عنوان تصویرگر امام حسین میشناختن. دفتر کار ما تبدیل شد به جایی که همش داشت اسم امام حسین توش میومد و راجب امام حسین صحبت میشد و آروم آروم دیدیم که تبدیل شده به خونه امام حسین. دیگه اوایل دفتر کارم تنهایی بودم توش، از دوره‌ای که مدرس شدم دانشگاه تعدادی از بچه هام به عنوان دستیار یا کمک توی پروژه ها اجرا کاری بعضی بخش ها و اینها وارد دفتر شدن که دیگه به یه دفترکار رسمی تبدیل شد. از اون موقع اسمش رو رسما گذاشتم خانه حسین. در آثار شما من یک شمایلی از امام حسین علیه السلام رو دیدم که ظاهرا در 16 سالگی اون رو خلق کردید. میخواستم از شما بپرسم که اولین نقاشی شما چی بود که به شمایل نگاری و صورتگری اهل بیت و امام حسین علیه السلام رسید؟ من از بچگی نقاشی میکردم، یعنی تو مدرسه و مهد کودک اصلا چیز بودم، به کسی که نقاشیش خوبه شناخته شدم، همیشه تو مسابقه نفر اول بودم فلان اینا، نقاشی های مدرسه در دیوارهای مدرسه، خوشنویسی های مدرسه، اینا همیشه به عهده من بود. ولی خب عشق شمایل هم داشتم، یعنی یادمه که دبیرستانی بودم یه چیدمان مشابه اینجا تو دیوار اتاقم بود، با اینکه من رشته ریاضی میخوندم اصلا، یعنی نگاه میکنم اینم بارقه های اینا بوده در من، من اصلا اون زمان متوجهش نبودم. یکی از پای ثابت همه چیدمان های دیوار اتاقم امام حسین بود، یعنی با این مثلا خیلی شبا با نگاه به این شمایل خوابم رفته، صبح که پاشدم اولین چیزی که دیدم صورت امام حسین بود. قرار بود که کنکور ریاضی شرکت کنم، دم کنکور بود، ایام عید بود و منم یه ذره ناپرهیزی کرده بودم تو عید، طبق برنامه پیش نرفته بودم، روز 13 به در دیگه کتابا مونده بود و برنامه عقب مونده، گفتم خدایا یه کاری کن ما یه شب راه 100 ساله رو بریم، من خیلی عقب موندم. مادرم مکه بودن، داشتن از مکه برمیگشتن، همزمان خواهرم و همسرشون داشتن از مشهد برای اومدن مادرم می اومدن، تو راه تصادف کردن، شوهر خواهرم به رحمت خدا رفتن، یعنی همون روز 13 بود شبی که من دعا کردم فرداش. خلاصه این شد که یک بار ما راه 100 ساله‌ای رفتیم، تمام زندگی من زیر و رو شد با این وفات،
یه جوری بعضی ها اعتقاد دارن از عرفا که انسان دوبار متولد میشه. من اونجا دوباره متولد شدم، یعنی این مرگ برای من در حقیقت منو با یه عالم جدیدی آشنا کرد و درس رو رها کردم. درس رو رها کردم و ترک چی میگن؟ مدرسه. ترک مدرسه کردم، کنج عزلت دیگه، با کسی صحبت نمی کردم، رفت آمدم کم شد و درس نمی خوندم، در کلاس بودم ولی چیزی گوش نمی شنیدم. یک چیز ذهن منو مشغول کرده بود، تنها کاری که تو اون ایام انجام میدادم نقاشی بود، یعنی تنها رفیقم نقاشی بود. این اتفاق دقیقاً چه حسی بر شما به وجود آورد که نگاهتون تغییر کرد، مسیرتون تغییر کرد؟ واقعیتش حالا نگفتم تو حالا هیچ وقت پای دور می خیلی هم مشتاق نیستم بگم، ولی سربسته از من بپذیرید دیگه. در همین حد که با شنیدن خبر وفاتشون من قلب درد گرفتم و این ادامه پیدا کرد. ولی خب سنی نداشتم، 16-17 سالم بود. به کسی نمیگفتم که مثلا قلبم درد میکنه، ولی ناگهان با یک ایست قلبی در حقیقت مواجه شدم و یک چند لحظه ای رو در یک عالم دیگری به سر بردم. تا برگشتم به این دنیا، این باز شد که من دیگه در حقیقت چون یه دنیای دیگه رو مزه کردم، از مزه این دنیایی که درشم بیزار شدم و نمیتونستم تحمل کنم آدم ها رو، زندگی رو، جسم خودم رو، بودن رو، برام سنگین بود. تنها رفیقم توی این ایام نقاشی بود. دوره کارشناسی ارشد، پدرم سرطان گرفتن. دقیقا زمانی که من میخواستم وارد انتخاب موضوع برای پایان نامه بشم، پدرم رو از دست دادم. دوباره همون حال و هوا به من برگشت که یه شوکی وارد شد که داری چی کار میکنی و کجا میری. و بازی دوره تارک و دنیایی و در خودم عمیق فرو رفتم، مطالعه میکردم پی علاقه خودم دیگه. یه سوالی همش چیز داشتم که هیچ پای هیچ جایی غیر از تنهایی انگار نمیشد جوابشو پیدا کرد. باید یه به خلوتی نیاز داشتم. به ذهنم رسید باز که تنها کسی که داره تو این دوره تنهایی داره ذهنم بهش مشغوله امام حسینه. یهو به ذهنم خورد که موضوع پایان نامه ما اصلا امام حسین انتخاب کنم. با استادم هم که یادم یه دفعه سر کلاس بودیم توی ایامی که پدرم بیمار بودن، استادم موضوع دیو نمکی داده بود، من مشقمو انجام نمیدادم. گفت تو چرا کاراتو نمیکنی؟ گفتم حالم خوب نیستش. یعنی چی؟ حالا دوست بودیم با هم، با یه لحن داشت، مشتی داشتش. چطه اینا. خلاصه گفتم که دیو نمکی اصلا دستم نمیره به دیو نمکی. گفت دستت به چی میره؟ همونو بکش. گفتم دستم به امام حسین. دیگه بعد از اون چیز که شد، فاصله ای که افتاد، شروع کردم به امام حسین کشیدن. و یه چند تا کاراکتر خود شمایل امام حسین بر اسب کار کردم اون دوره که به مدیر هنری کانون پرورش نشون دادم. تقریبا یک سالی رو موضوع امام حسین برای پایان نامه مشغول به کار بودم. شمایل حضرت عباس ساختم، امام حسین ساختم و اینها، تا اینکه از کانون تماس گرفتن که یه سفارشی هست، کتاب تشنه لبان، بیاین مشغول به کارشین. این کتاب 2 سال طول کشید دیگه. 1 سالش رو من قبلتر از اینکه سفارش بیاد مشغول. یه سوالی برای من از خیلی قدیم، یعنی شاید از کودکی در واقع برای من بوده. کسانی که صورتگری ائمه علیه السلام رو میکنن، اهل بیت رو انجام میدن، با توجه به اینکه در زمانه ما نیستیم که توفیق درک حضور اهل بیت رو داشته باشیم و تصاویری هم از اون موقع نیستش که ما بخوایم ارجاع بدیم، اون نقاش و اون صورتگر که داره شمایل رو نقاشی میکنه و میکشه، بر چه مبنایی اون تصویر رو خلق میکنه؟ تصاویری که، یعنی نقاشی هایی که پیشینیان کار کردن، تراث صورتگری و تمثال نگاری ما، یا اینکه تخیل و ذوق شخصیشونه؟ تجربه زیستم اینه که ما این رو به عنوان یک آیکونی که
واسطه‌ای هست که ما رو یاد اون فرد مقدس بندازه میشناسیم، یعنی اتفاق نظر داریم که این آیکون مربوط به امام حسین یا حضرت علی مثلا هست. به هر کسی که نشون بدی چه قبول داشته باشه که این شبیه امام حسین هست، چه قبول نداشته باشه، اینو نشون بدی میگه این کیه، میگه امام حسین. چون این آیکون الان با اتفاق نظر بین ما یک نشانه ایه که همه پذیرفتیمش. بین کشورهای اسلامی شیعه نشین تقریبا، حتی عراق، سوریه، لبنان، ترکیه، همه اینو به شمایل امام علی و امام حسین میشناسن. بعضی از آثار شما در هیئت ها هم استفاده شده، به طور خاص حالا اون چیزی که تو ذهن منه در هیئت حاج محمود کریمی، هیئت رایت العباس، از تجربتون میشه بگید از کاری که شما در هیئت ها دیدید از خودتون، و اصلا هنر در هیئت چه جایگاهی داره؟ من فکر میکنم که یه نسلی از هنرمندانی که در فضای آکادمیک تحصیل کردن و حالا علاقمند هستن، ارادت دارن به موضوعات دینی، دارن تلاش میکنن که هیئت‌های سر و شکل هنری پیدا بکنه. از دوستانی که در خوشنویسی، گرافیک، معماری، فضاسازی، صنایع دستی تخصص دارن، میبینیم در سالهای اخیر خیلی دارن توی دکور هیئت‌ها، کتیبه های هیئت ها اینا تلاش میکنن. ما هم سعی کردیم که یعنی روزیمون شد، قسمتمون شد که پارسال برای هیئت حاج محمود کریمی کار کردیم. خب فکر میکنم اولین هیئتی هست که شمایل رو در حقیقت وارد فضا سازیش، که خیلی شمایل مهجور بوده سال هاست. خوشنویسی و تذهیب و اینها در هنرهای مربوط به امام حسین سال هاست که خوب بهشون توجه شده، ولی شمایل در حقیقت مهجور مونده. در زمان ظهور حضرت محمد صلی الله در منطقه بیزانس، شمایل های از حضرت محمد و حضرت علی در کلیساها نصب بوده و در کنار شمایل بقیه انبیا، و اعتقاد داشتن که شمایل پیامبر آخره، پیامبر خاتمه و جانشینش. و بسیاری از پیروان ادیان که چون ظاهراً یک بخشی از افرادی که در منطقه بیزانس جمع شده بودند منتظران پیامبر خاتم بودند، از سایر ادیان که در این منطقه میدونستند که ظهور میکنه و جمع شده بودند، و یه عده‌ای هم از دشمنانی که میخواستند که این ظهور اتفاق نیفته، در منطقه دو دسته جمع بودند. تا در حقیقت زمان حضرت علی، خلافت حضرت علی علیه السلام، داریم گزارش ها رو که در منطقه اینها بوده، و خیلی از پیروان ادیان مسیحیت و یهودیت که به اسلام گرویدند شهادت دادن که این شمایل ها هست، و ما بر اساس نشانه های کتب مقدس، نشانه های شمایل ها منتظر ظهور شما بودیم، و بر این اساس شناسایی میکردن که مثلا این پیامبری که ظهور کرده نشانه ها تطبیق میکنه با کتاب مقدس، با شمایل ها یا خیر. و این شمایل ها من حالا نمیدونم بر اساس کتاب مقدس ساخته شده بوده دقیقا، یا در حقیقت یه رفرنسی داشته، رفرنس دیگری هم داشته، یا هر دو. به هر ترتیب اینطوری بوده که گفته میشه که پیروان سایر ادیان هم شمایل نگاری رو داشتن، خصوصا دین مسیحیت که حالا نزدیکترین دین به ماست و پیروانش نزدیکترین ارتباط رو با مسلمین داشتن، ارتباط خیلی صمیمانه و خوبی داشتن، این شمایل ها رو حفظ کردن. از تمام اون اتفاقاتی که در روز عاشورا رخ داد، کدومش برای شما تأثیر برانگیزتر بود، یا اینکه ایجاد یک حس خاصی رو میکرد واسه اون تصویری که میکشیدید؟ ببینید، من با ارادت به امام حسین کار رو شروع کردم. یعنی ما تو محلمون یه جایی بود روز عاشورا، مردم جمع میشدن تو همین محله قیطریه، عصر عاشورا مردم جمع میشدن، عکس شمایل سر بریده امام حسین رو مینداخت رو دیوار، مردم دیگه عزاداری میکردن، و بعد شمایل اون دوره اونقدر حرمت داشت که اینطوری پخش نبود، فضای مجازی نبود، فلان. فقط شما یک عصر عاشورا حق داشتی، اجازه داشتی اون رو ببینی.
یادمه که از چیزی که برگشتم، از روزی که برگشتم برای پدرم تعریف کردم که من رفتم اینو دیدم. پدرم، اسم پدرم حسین بود. ما همیشه از بچگی مثلا مامانم میگه که مثلا همیشه بهت یاد داده بودم بگو سلام بر حسین، میگفتی فکر میگه که مثلا سلام به بابات. یه حس پدری نسبت به امام حسین داشتم به دلیل اینکه این اسم مشترک بود. پدرم که پرسیدن که چه جوری بود، گفتم شبیه شما بود. یعنی من جهان مثلا کربلا رو هر جوری که میخوام یادم بیاد، اول مثلا تجسم میکنم که اگر پدر من بود مثلا چه شکلی میشد. خب من با عشق به امام حسین وارد چیز شدم. تو واقعا یه عمو عباسی هم دارم که باز مثلا کربلا خیلی تو زندگی همه ما ایرانی ها فکر کنم هست دیگه. ولی وقتی وارد جهان شمایل کشی میشی، یهو یه دریافتای دیگه ای پیدا میکنی. من اولین کتاب تشنه لبان رو که کشیدم، اولین شمایلی که کشیدم همونطور که عرض کردم شمایل امام حسین بود. بعد دومی گفتم خب دیگه برادرش عباس از روش میکشم راحت. مثلا فکر کردم که حضرت امام حسین که پیدا شد دیگه عباس پیدا شده. ما یک مصیبتی برای شمایل حضرت عباس کشیدیم. اینقدر که من به اینجا رسیدم که خب شاید نباید الان عباس رو بکش، علی اکبر بکش، علی اصغر بکش، قاسم بکش. تمام اینها رو کشیدم تا آخرین شمایل شد شمایل حضرت عباس. اونجا من فهمیدم که اصلا حضرت عباس یه طوری وای میسته که کار همه انجام بشه بعد حضرت عباس. این دریافتاییه که شما وقتی وارد کار میشی پیدا میکنی. و حضرت عباس از اونجا برام چیز شد که انگار باب حضرت عباس، اجازه دست حضرت عباس، ناظر پروژه حضرت عباس. متوجه میشه مثلا من حضرت رقیه هیچ ارتباطی با ایشون نداشتم، ولی شما میدونید که باب رقیه عباسه. یعنی عباس خودش باب حسین، رقیه باب عباس. یعنی یه جور پاسه میگه این دختر 3 ساله مثلا اگه من ارباب این مثلا کاروانم، من سالار این کاروانم، این بچه همه چیز منه. خلاصه بهتون بگم دوروبر همه میگه برو اینا رو ادبت میکنه، آشنات میکنه. اینطوری نیست که با چیزی که وارد شدی با همون تا ته بمونی. امسال برای اولین بار تو تمام پروژه هایی که دارم کار میکنم یه جوری حضرت زینب من با اینکه خودم یه زنم، ولی هیچ وقت در زندگی اینقدر با این زن ارتباط نگرفته بودم که در این یه سال اخیر خانه حسین مدیرش یک زنه. یه روزای تنها میمونم، بار میمونه روی دوشم، میفهمم چطوری میشه کار مردا بیفته دست زن و پرچم و نگهدارای زن. لازمه توی تربیتت که دونه دونه بری جلوی همه اینا بشینی، ادبت کنن، یاد بگیری، لطفشونه. اینو انگار کم داشتم. مثلا با خودم اصلا نمیفهمیدم که بالاخره تو زنی ارتباطی هست یه جایی ماجرا زنونه میشه. سلمان لمن سالمهم و عدوان لمن آدابهم و محبون لن احبهم انهم منی و انا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم فأذهب عنهم الرجس وتهرهم تطهيرا.
شما حالا تو این ساعتی که من اینجا بودم و رفتارتون داشتم میدیدم، بیش از این که الان مدیر یک دفتر هنری باشید که هستید و دارید کار هنری خلق میکنید، خیلی رفتاری که دارید شبیه هیئت داراست و و یه همزمان یک رفتار مادرانه ای که داره داری میکنه فرزندانشو. یه جمله ای من شنیدم، حالا نمیدونم از کیه، میگه که هنر اون نیست که تو کاری رو که مردم دوست دارن خوب انجام بده، هنر اون اینه که کاری رو که خودت دوست داری یه جوری انجام بدی مردم خوششون بیاد. یه جوری این که من هیئت داری رو آوردم تو دفترم، سعی میکنم یه جوری انجام بدم که مردم خوششون بیاد. اینجا اگر که دفتری که همش موضوع امام حسین داره کار میشه، خب خودش یه هیئت شد. من نکردم این کارو، من فهمیدم فقط تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که بفهمم که یه خادمم اینجا، حالا یه جوری مسئول برخی خدمت ها هم. یه ذره جهان با شما گفتگو میکنه اگر گوش شنوایی داشته باشید. جهان به این سمت رفت که من اینجا آبدارچی اصلی این هیئت خودمم، با افتخار جارو بارو شستن استکانا ریختن پذیرایی ها با عشق انجام میدم. شاید اگر اینجا اسمش خانه حسین نبود، شاید اینجا اگر اسمش خانه حسین نبود این کارا رو حتما براش یه مسئولی از بیرون می آوردیم و در نظر می گرفتیم. با همه اینا نیت می کنم که ادب بودن تو این دستگاه رو یاد بگیرم انشالله.